درود و وقتتون بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری چهارشنبه 11 حمل سال 1394 هجری خورشیدی که برابر میشه با 30 مارچ سال 2016 میلادی. سرخط خبرها. بسته پیشنهادی وزارت دفاع آمریکا با باراک اوباما. من سفارش های برای وزیر دفاع تدوین کردم. وزیر دفاع و من یک موقع در آینده آن را برای جمهور تقدیم میکنیم. نگرانی سیگار از گسترش فساد در نهادهای عدلی افغانستان. مبارزه با فساد در افغانستان در مقایسه با مبارزه با مافیا در آمریکا دشوارتر است. و نخست وزیر بلژیم هدف ناکام مهاجمان بروکسل. من بیژن آریان هستم. وزارت دفاع آمریکا پیشنهادی را برای چگونگی حضور نیروهای آن کشور در افغانستان تدوین کرده است. جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد ارتش آمریکا میگوید سفارش های جدید در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان به رئیس جمهور اوباما پیشکش خواهد شد. این جنرال ارشد ارتش آمریکا نیز میگوید ناتو نیز باید در این زمینه تصمیمش را روشن کند. همزمان با برنامه های صلح و جنگ افغانستان در برابر گروه های عراس افغان و گسترش ناهمنی ها در این کشور، وزارت دفاع آمریکا پیشنهاد جدید را برای ادامه ماموریت نظامی اش در افغانستان تدوین کرده است. جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد ارتش آمریکا میگوید این پیشنهاد به زودی به رئیس جمهور آمریکا داده خواهد شد. من سفارش های برای وزیر دفاع تدوین کردم. وزیر دفاع و من یک موقع در آینده آن را برای جمهور تقدیم میکنیم. جزئیات این پیشنهاد تا اکنون روشن نشده است، اما گفته می شود آمریکا می خواهد معین گرداند که چه تعداد سربازانش در افغانستان باقی بمانند. فرماندهان ارشد آمریکایی در نظر داشتند تا سال 2017 میلادی شمار سربازانشان در افغانستان را به 5500 نفر کاهش دهند که در حال حاضر این سربازان تعدادشان به 9800 نفر می رسد. اما گسترش حملات گروه های عراس افغان ظاهرا فرماندهان آمریکایی را مجبور گردانیده که این تر را بازنگری کنند. جنرال جوزف دانفورد در مرکز پژوهش های استراتژیک و بین المللی واشنگتن گفت نباید وقت را از دست داد. ناتو باید تصمیم بگیرد که کدام نیروها را در جنوری سال 2017 توظیف کند و تا 6 ماه آینده باید آنان آموزش داده شوند. زیرا ما نمیتوانیم پیش از آنه که جلو برویم 90 روز برای ارزیابی افغانستان انتظار بکشیم. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان از ادامه ماموریت نیروهای آمریکایی برای تجهیز نیروهای کشور استقبال میکند. اسنادی را که حکومت افغانستان با ایالات متحده و ناتو به امضا رسانده اساس چگونگی حضور قوای خارجی در افغانستان میباشد. ولی ایرا باید بگویم که حضور اینا در افغانستان در مبارزه با دهشت افغانی و تقویت نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان مؤثریت داشته. ولی چگونگی حضور اینا را در آینده دولت مردان امریکایی هستند که تصمیم میگیرند. ما خود آماده هستیم از کشور خود دفاع کنیم. فرماندهان ارشد نظامی امریکایی در حال مشغول رایزنی ها در مورد ادامه حضور نیروهایشان در افغانستانند که روند چهارجانبه صلح نیز تا اکنون به نتیجه گفته شده و طالبان نیز در حال آمادگی برای یک جنگ بهاری در مقابل نیروهای کشورند. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که نظام عدلی و قضایی این کشور به حدی در فساد آغشته است که میتوان این نظام را با پول خرید. جان سوبکو در گفتگوی با روزنامه اندپندنت بریتانیایی گفته است که مبارزه با فساد در افغانستان دشوارتر از مبارزه با مافیا در آمریکا است. در همین حال نهادهای عدلی کشور چنین ادعاهایی را رد می کند. سیگر یا اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان این بار سخن از فساد گسترده در نهادهای عدلی و قضایی کشور به زبان آورده است، زیرا با باور این نهاد نظارتی آمریکا فساد گسترده مالی در نهادهای قضایی کشور به اوج رسیده است.
مبارزه با فساد در افغانستان در مقایسه با مبارزه با مافیا در آمریکا دشوارتر است. زمانی که من در بخش جرایم سازمان یافته وزارت عدلی آمریکا بودم، با نظام قانونی مشروع سر و کار داشتم. شما آن را در افغانستان ندارید. به شوخی وجود دارد که افغانستان بهترین نظام عدلی را دارد که پول می تواند آن را بخرد. هرچند دادگاه عالی در مورد این گزارش اظهار نظری نمی کند، اما دادستانی کل کشور موجودیت فساد اداری را در این نهاد رد می کند. هیچ نوع زورگویی و در عین زمان فساد یا واسطه در اداری لیس آنوالی افغانستان قبول نبوده و نیست و در آینده ها هم نخواهد بود. جان سابکو در گفتگوی ویژه با روزنامه اندپندنت بریتانیایی گفته است که با برخی از نیروهای پلیس و ماموران دادستانی‌ها و قاضیان صادق شجاع افغان کار کرده است، اما بسیار از آنها دیگر در افغانستان نیستند، زیرا برخیشان کشورشان را ترک گفتند و یا هم کشته شدند. و این نیز در این گفتگو اشاره کرده است که با بدتر شدن وضعیت امنیتی در سال اخیر، نظارت از پروژه‌ها دشوار شده است. امنیت بزرگترین چالش است که افغانستان با آن مواجه است. فساد ارتباط به امنیت دارد و مواد مخدر رابطه با فساد دارد و این سه موضوع مثل یک چیز سه‌پایه با هم مرتبط است. مواد مخدر و قاچاقبران یک تهدید جدی به دولت افغانستان است. پلیس بانک چالش‌های امنیتی را رد نمی‌کند، اما نسبت به تأمین امنیت در سال پیش رو خوشبین است. یک اندازه چالش های امنیتی بیشتر بود نسبت به سال های گذشته، اما برای سال جدید یک سلسله برنامه های امنیتی روی دست است که میتونه در بهتر شدن وضعیت امنیتی کمک بکنه. از او جمله پلان که ساخته شده برای عملیات های فصل بهاری، همچنان تلاش صورت میگیره در او ساحاتی که در سال 94 دشمن تحرکش بیشتر بود با تطبیق پلان های عملیاتی ای ساحا پاکسازی شود. با این همه، این نظارت کننده آمریکایی در مورد آینده افغانستان ابراز امیدواری می کند و می گوید که بهتر شدن وضعیت در افغانستان ساده، آسان و سریع نخواهد بود. وجود بست‌های خالی در نهادهای دولتی و افزایش بیکاری نمایندگان مردم در مجلس را سخت نگران کرده است. اعضای این مجلس از حکومت می خواهند تا برای حل این نقیصه اقدامات عملی را روی دست گیرند. در همین حال کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید در حال حاضر بیش از 25,000 بست خالی وجود دارد که به اعلان نیز گذاشته شده است. وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین و رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از سوی مجلس نمایندگان برای پاسخگویی فرا خوانده شدند. اعضای مجلس نمایندگان از نبود زمینه‌های کار در کشور انتقاد می‌کنند و می‌گویند که به همین علت بسیاری از جوانان از کشور فرار می‌کنند. کدام پروژه‌ها را پیشنهاد کردین که برای ملت افغانستان، برای مردم افغانستان اشتغالزا باشد و بتوانه مردم افغانستان و جوانای افغانستان مصروف کار بسازند؟ همه مردم از دست بیکاری فرار کردند. اگر این فرار را برقرار ترجیح ندهی، نک خانه ملت خالی خواهد بود، افغانستان را از این ویرانه ویرانه تر خواهید کرد. آیا پالیسی کلانی را تنظیم کردن که جوابگو باشه برای استخدام و برای بخش‌های حرفوی و مسلکی که میتونه زمینه‌های تولید کارگر ماهر به وجود بیاره؟ در همین حال وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید که این وزارت تلاش دارد تا در همکاری با وزارت‌های دیگر سکتوری زمینه‌های کاری را بیشتر سازد و تا کنون بیش از 150,000 تن در بخش مهارت‌ها آموزش دیدند. وزارت کار امور اجتماعی، وزارت پالیسی ساز و هماهنگ کننده و تطبیق قانون کار به عهده دارد، ولی زیاد تولید کار و در ورای از این پالیسی‌ها و استراتژی‌ها وظیفه وزارت‌های سکتوری است که باید کار تولید بکنند و ما امیدوار هستیم امسال برنامه‌ای که ما داریم همکاری به امرای وزارت‌های سکتوری خود ششتیم جمع کنیم معلومات را که در کدام عرصه برای کی چقدر کار تولید میشه. ما 25,584 بست خالی در ادارات مختلف خدمات ملکی که این بستا در مجموع 51 اداره خدمات ملکی منهای 4 اداره که ما قبلا ذکر کردیم که شامل ریفورم نشدن وجود دارند.
اعضای مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزند که بسیاری از استخدام‌ها در نهادهای دولتی بر بنیاد شایسته سالاری نه، بل بر بنیاد روابط صورت می‌گیرد، که این کار روند حکومتداری و نظام را در بسیاری از موارد با چالش‌های بزرگی روبرو می‌سازد. اگر رهبران حکومت وحدت ملی در تعدیل قانون انتخابات هم نظر نشوند، وضعیت کشور از این وخیم‌تر خواهد شد. یکی از مشاوران ریاست اجرایی در یک نشست خبری با بیان این مطلب می‌گوید دیگر برای اصلاح نظام انتخاباتی نباید وقت کشی کرد. در همین حال برخی از اعضای کمیته گزینش می‌گویند تا کنون در مورد آغاز انتخاب نامزد کمیشنران کمیسیون انتخابات خبری نیست. اصلاح نظام انتخاباتی با گذشت هر روز گفته می شود به گره باز نشده در میان رهبران حکومت مبدل شده است. با آنکه ریاست اجرایی با چالش های موجود در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی موافق است، اما می گوید وقت کشی در کمیسیون های انتخاباتی غیر قابل توجیه است. حالان که باورها بر این است که ریاست جمهوری و خط موازی آن ریاست اجرایی برای آوردن تعدیل در قانون انتخابات با هم متحد نیستند. تا زمانی که ما به تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام افغانستان و عملی کردن بند مواد توافقنامه سیاسی در افغانستان متعهد نشیم و عمل نکنیم که یک بخش کلیدی از او اصلاحات انتخاباتی است، اگر ما به همین شکل بریم به یک انتخابات دیگه، ما وضعیت برای ما بدتر میشه. هرچند امیدها به کمیسیون انتخابات و رئیس جدید این کمیسیون دوخته شده و اینکه کمیته گزینش چه زمانی کارش را برای مراحل مقدماتی این روند آغاز می کند روشن نیست. همی هفته یعنی همی هفته که ما در روزهای آخرش قرار داریم کمیته گزینش به کار شروع کنه، ولی ای که چرا دارالانشای کمیته گزینش دوباره تدابیر اتخاذ نکرد که کمیته عملا به کار شروع کنه، موضوعی است که به ما هم تا حال معلوم نیست. فیفا نیز میگوید رهبران حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی نباید منتظر فشارهای مطبوعاتی باشند. همیشه به اساس فشارهایی که باشان وارد شد از طرف جامعه مدنی، مطبوعات، احزاب سیاسی، یک سلسله کار انجام دادن، اما خودشان نتونستن که بالاخره همو تیمی که به اساس موافقتنامه سیاسی باید کار میکرد تا امو شرایط تطبیق موافقتنامه را و همچنان صلاحیت نظارت برشان میداده بود، کمیته تشکیل نشد. حتم برخی از اعضای مجلس نمایندگان هم بر این است که تنها اصلاحات راه حل برای چالش‌های موجود در کمیسیون‌های انتخاباتی است. تا اعتبار برنگرده، اعتبار مردم، اعتبار جامعه جهانی، اعتبار نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات و رسانه‌های افغانستان مشکل خواهد باشد که ما باز هم شاهدی حضور پررنگ مردم در روزهای انتخابات و در کمپاین‌های انتخابات باشیم. هرچند که رهبران حکومت وحدت ملی در نخستین روزهای کاریشان تعهد بر اصلاح نظام انتخاباتی داشتند، اما به باور شماری از آگاهان حکومت در قبال این تعهدش کار لازمی را انجام نداده است و تا اندازه‌ای در این امر ناکام بوده است. انجمن والیان افغانستان هشدار می‌دهد که حکومت وحدت ملی دیگر توان پیشرفتن را نداشته و شخصیت‌های ملی و نخبه‌های سیاسی باید با برگزاری نشست ملی سرنوشت کشور را تعیین کنند. اعضای این انجمن همچنان از آمریکا می‌خواهد به تصمیم این نشست ارج بگذارد. آنان همچنان تلاش‌های حکومت برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح را از راه پاکستان ناکام می‌دانند. مبارزه با شورشگری و فقر، رشد اقتصادی و بهبود وضعیت سیاسی بزرگترین آزمون رهبران حکومت وحدت ملی برای نجات افغانستان در سال 2016 میلادی عنوان شده است. اما والیان حکومت پیشین حامد کرزی عبور رهبران از این آزمون را دور از تصور می دانند. زیرا به باور آنان رهبران کنونی هنوز هم درگیر تقسیم قدرتند و توان پیشرفتن را از دست دادند. منظور حفظ اقتدار و حاکمیت ملی، سلامتی و نجات افغانستان بدین وسیله از نخبگان سیاسی و بزرگان کشور جدن تقاضا می نماید تا هرچی زودتر متکی بر سنت حسنه و میراث نیاکانشان با تدویر جلسه بزرگ ملی که ممثل وحدت همیشگی افغان هاست و با حمایت مردم گرد هم آمده در مشوره با بزرگان کشور سرنوشت مملکت را تعیین نمایند.
اما حکومت افغانستان از این ماموران برجسته حکومت پیشین می خواهد که از آزادی بیان سوء استفاده نکنند و آستین برای درهمکوبی حکومت بالا نزنند. از این آزادی نباید به خاطر امتیازگیری و یا ای که به خاطر تخریش اذهان مردم استفاده شود، به خاطر که در پایان روز توقع مردم امی است که نخبگان این کشور نقش سازنده در تقویت نظام و بهبود امور داشته باشند، نه ای که تشویشی به جای برای مردم افغانستان ایجاد بکنند. با باور اعضای انجمن والیان، فساد در نهادهای حکومت وحدت ملی بیداد می کند و ضعف در رهبری سبب شده است تا با گذر هر روز بخشای بیشتر از کشور زیر اداره طالبان برود. آنان همچنان راه رسیدن به صلح از طریق پاکستان را تحریک می دانند. پاکستان په هیڅ صورت د افغانستان په مسایلو کې صادق نه ده، د امن او سولې پر وسلو کې صادق نه ده. لازم ده د افغانستان حکومت ته چې په خپل ولس باور وکړي، د خپل ولس ملاتړ تر شا ولري او بیا په یو ملي حرکت سره داسې یوه لاره غوره کړي چې په هغه کې موږ وتوانیږو صلح افغانستان ته راولو. برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای پلسفالی و تدبیر لوی جرگه قانون اساسی در سال جاری از دیگر تعهدات حکومت وحدت ملی است. با باور آگاهان، در صورت که این تعهدات زود هنگام عملی نشود، سقوط حکومت دیگر دور از تصور نخواهد بود. شورای ولایتی پکتیا میگوید که بیش از 100 پلیس مرزی در این ولایت با اعضای شورای ملی و شورای ولایتی وظیفه اجرا می کند. رئیس شورای ولایتی پکتیا میگوید این پلیس برای تامین امنیت سرحد گماشته شده، اما حالا به صورت خدمتی با وکلا کار میکند. در همین حال فرمانده زون 303 پلیس در این ولایت میگوید در آینده نزدیک این پلیس به وظایف خود بازگردانده خواهند شد. چندین ولسوالی ولایت پکتیا هم ناامن است و مردم و مقامات هر وقت از کمبود تشکیلات امنیتی شکایت کردند. اما حالا شورای ولایتی این ولایت می گوید که 120 پلیس مرزی برای تامین امنیت شمار اعضای شورای ملی و شورای ولایتی در این ولایت گماشته شدند، در حالی که در مرز به این پلیس نیاز است. وی بر این وکلا انتقاد می کند که به جای منافع ملی، منافع شخصی خود را مقدم شمردند. د سلو تر یو سلو شلو پر نفر خاص کر د وکیل صاحبانو سره خدمتی دی، هغه هم زیاتره د پارلمان وکیل صاحبانو سره. نو زموږ هیله او ارزو او غوښتنه د دوی څخه دغه ده چې دا د پکتیا د ولسونو حق دی. دوی باید هغه خپل پولیس که د محلي پولیسو کې دي او که په سرحدي پولیسو کې دي باید بیرته یې خپلو کنډکونو ته وسپاري چې تر څو دوی له خپلو سیمو له خپلو سرحدو څخه دفاع وکړي. وی میگوید اکنون در بیشتر مناطق مرزی به نیروها نیاز است. در همین حال مقام های امنیتی در این ولایت نیز میپذیرند که 120 پلیس مرزی با شمار وکلا خدماتی گماشته شدند. فرمانده زون 303 اسپینغر میگوید این کار پیش از آمدن وی صورت گرفته و در روزهای نزدیک این پلیس به وظایف اصلی خود گماشته خواهند شد. ضرورت به خاطر ممکن لول مقامات و عوامل پاساس یو محدود کسان که سرحدونو په عمومي کومرانۍ کې خدمتیان وي، ولو په دې هړه هم زموږ هلې ځلې ډېرې ګړندې دي. این در حال است که در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیکا که با بارچنار خیبر پختونخوای پاکستان 28 متر مرز دارد و به کمبود نیروهای امنیتی مواجه گردیده و هر از گاهی با استفاده از این خلا مخالفین مصالح دولت بر پوسته های نیروهای دولتی حمله می کنند. گشایش نمایندگی اتاق تجارت قزاقستان در کابل. این خبر تا لحظات دیگر. برای نشر پیام های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. برای نشر پیام های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. نمایندگی اتاق تجارت قزاقستان در کابل گشایش یافت. سفیر قزاقستان در کابل هدف از گشایش این اتاق را گسترش روابط بازرگانی میان افغانستان و قزاقستان عنوان می کند. در همین حال نماینده رسمی رئیس جمهور غنی در امور آسیای میانه می گوید نیاز است تا میزان صادرات و واردات میان افغانستان و آسیای میانه تنظیم شود.
اینجا شماره از نمایندگان افغانستان و قزاقستان گرد آمده و نمایندگی اتاق تجارت قزاقستان را در کابل گشایش دادند. سفیر قزاقستان در کابل هدف از گشایش این اتاق را بهبود روابط سرمایه گذاری میان افغانستان و قزاقستان می داند. امیدوار هستیم که این شروع کار عملی ما در بخش مستحکم نمودن مناسبات دو کشور در بخش اقتصاد، تجارت و غیره. خود بالانس تجارت بین قزاقستان و افغانستان اوقدر قابل قبول ما نیست متاسفانه. اگر ما سالانه 500 میلیارد واردات اگر داشته باشیم در مقابل تقریبا 10 میلیون صادرات داریم. این را باید ما تغییر باید بدیم. و ما از تجار ملی افغانستان، از اتاقای تجارت صنایع افغانستان و از دفتر محترم آیسا تقاضای مایی است که در این عرصه زیادتر کوشش کنند. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان گسترش روابط بازرگانی میان افغانستان و قزاقستان را با اهمیت می‌داند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان علاقه داره و بسیار مصمم هستند که همکاری بین تجار ما از طریق امی خانه تجارتی که در کابل ایجاد میشه و این نمایندگی یا شورای کاری تجارتی که ایجاد میشه ما با شما همکار هستیم. به اساس آمارها در حال حاضر واردات کالاهای قزاقستان به افغانستان سالانه به 400 میلیون دلار و صادرات به قزاقستان به بیش از 9 میلیون دلار میرسد. با آفات نباتی از سوی اداره زراعت ولایت بلخ در 14 ولسوالی این ولایت آغاز شده است. ریاست زراعت بلخ به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به محصولات زراعتی مرحله اول کمپاین مبارزه با آفات نباتی را از هفتم حمل در شماری از ولسوالی های ولایت بلخ که زیر تهدید آفاتند آغاز کرده است. با گرم شدن هوا در بهار و تابستان کشتارهای زراعتی در بلخ شاهد سیلی از ملخ و آفات دیگر خواهد بود که آسیب جدی به محصولات زراعتی وارد کرده و سبب خسارمند شدن دهقین می شود. کاتب شمس رئیس زراعت ولایت بلخ می گوید مرحله اول کمپاین مبارزه با آفات زراعتی را از هفتم حمل سال جاری در ولسوالی های شلگره، چمتال، خلم، نهر شاهی، چارکند، مارمول و دشت صدمیش که بیشتر زیر تهدید هجوم ملخ‌ها قرار دارد، آغاز کرده اند. اگر نه آفتی که زیاد دیاقین ما را متضرر می سازد و تشعور است، موجودیت ملخ است که با مجرد گرمشتن هوا و زنده می شود و چهار مرحله دارد. با مرحله اولش که شروع کرد، اداره زراعت آمادگی خود را دارد. کارمندان اداره زراعت ولایت بلخ در 14 ولسوالی برای مبارزه با آفات نباتی ادویه‌جات کافی در اختیار داشته و مزارعی که زیر خطر حمله آفات نباتی اند را سمپاشی می‌کنند. رئیس زراعت بلخ می‌گوید با این اقدام نگرانی کمتر برای کشاورزان وجود خواهد داشت. ولسوالی ولایت بلخ محل زیرگذاری ملخ است که بیشترینش چمنجای یک چمنزار باشه که علفچرای مربوط به دشت خیرآباد و ارگنک مربوط به ولسوالی خلم میشه. اداره زراعت ولایت بلخ از دهقین و باشندگان روستاها میخواهد با کارمندان این اداره که برای حفاظت از مزارع معذب شده اند در نابود کردن آفات نباتی همکاری بیشتر نمایند. رویدادهای جهان هم تا دقایق دیگر. برای نشر پیام‌های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. برای نشر پیام‌های بازرگانیتان با ما به تماس شوید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه از جهان. اطلاعات تازه نشان می‌دهد که عامل حملات اخیر بروکسل در اینترنت دنبال اطلاعات درباره منزل و محل کار شارل میشل نخست وزیر بلژیم بودند. این اطلاعات از کامپیوتر به دست آمده است که پس از حملات در یک سطل آشغال انداخته شده بود. گزارش‌های تایید نشده وجود دارد که از این کامپیوتر حاوی فایل‌های از طرح ساختمان‌های خانه
و محل کار نخست وزیر بلژیم بوده است. دفتر نخست وزیر بلژیم در موقعیت قرار دارد که 10 دقیقه پیاده از محل حمله در ایستگاه مالبیک فاصله دارد. در این کامپیوتر آخرین پیام یکی از بمبگذارها هم وجود دارد و مقام‌های بلژیم از میان 32 نفری که در این حملات کشته شدند، 17 نفر آن را از بلژیم و 15 تن دیگرشان را شهروندان کشورهای خارجی تشخیص دادند. دولت پاکستان گفته است اعتراض‌های افرادی را که به خاطر اعدام ممتاز قادر، مأمور پلیسی که والی سابق پنجاب را به قتل رسانده بود، پراگنده خواهد شد. حکومت به مظاهره کنندگان ضرب العجل تعیین کرده که از شهر خارج شوند. در غیر آن با نتایج ناگوار روبرو خواهند شد. معترضان که نزدیک به 30,000 نفرند از روز یکشنبه به این سو در جاده های اسلام آباد تجمع کردند و در برخی مکان ها با پلیس هم درگیر شدند. ممتاز قادری در سال 2011 والی سابق پنجاب سلمان تاثیر را به خاطر به قتل رسان که با قانون تکفیر این کشور مخالفت نشان داده بود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته است که برای پناهجویان کمک‌های بیشتری در نظر بگیرند. آقای مون امروز در نشست خبری در ژنو گفته است که کشورهای همسایه از سوریه متحمل فشار زیادی می‌شوند و جامعه جهانی باید حمایت مالی و سیاسی بیشتری در اختیار این کشورها بگذارند. دبیر کل سازمان ملل گفته است که کشورهای دیگر باید 500,000 نفر از آسیب پذیرترین پناهجویان سوری را اسکان دهند و در صورت لزوم برای آنها فرصت‌های شغلی و تحصیل فراهم کنند. او افزوده است که نباید چهره‌های پناهجویان را بد جلوه داد، زیرا که آنها می‌توانند دانشجویان، استادان، کارگران و پرستاران آینده کشورهایی باشند که به آنها پناه می‌دهند. گفته می‌شود که شمار فعلی پناهجویان و مهاجران در جنگ از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است. بسیار از این افراد پناهجو سوری هستند. 11 میلیون نفر در جنگ داخلی سوریه آواره شدند و حدود 5 میلیون نفر آنها از کشورشان خارج شدند. ترکیه و لبنان بیشترین پناهجویان سوری را پناه دادند. و در اخیر هم برای دریافت این مجموعه خبری مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها سر بزنید به پایگاه خبری ما aryananews.af. تا دور بعد، الله حافظ.